عدم وجود گرده محال است. وجود از روی هستی لایزال است. اگر ما یه نظری به وجود خودمون بکنیم که این وجود متعلق به اون وجود نامتناهی، اگر این حباب یه لحظه متوجه رسی که من حباب نیستم، این حبابه داره میلرده، که الان من اینا با همه حبابیم دیگه، خب این خانه را اساس قیاس از حباب دید. همچنان حباب دیده به روی قدس شاید این خانه را اساس قیاس از حباب دید. داره میلرده که چیه؟ فرمی که خیال میکنه حبابه، خیال میکنه یه گردیه این و یه فرمش، این حبابه الان هم از بین میره. اما اگر حباب ناگهان متوجه بشه که من حباب میشه، من آب هم حقیقت ذات من آبه، آب که طوری میشه چه نگرم داره؟ خوش گفتش که حبابوار چقدر شرافت قشنگی که حبابوار براندازم از نشاط کلا، این حتی کلامو برمیدارم، حباب اگه کلا شو برداری دیگه مرگشو دیگه، کلا شو برداری هم کلا فقط. حبابوار براندازم از نشاط کلا، اگر به روی تو عکسی به جام ما افتد، اگر که عکس جمال تو در این حباب هستی ما بیفته و ما بفهمیم که ما متعلق به تو هستیم، که من از جان جانانم، نه شرقیم، نه غربیم، نه ارکان طبیعیم، نه بحریم، نه بریم، ما که از این چیزا نیستیم، نه ارکان طبیعیم، که من از جان جانانم. اگه فهمیدی که انا لله و انا الیه راجعون، اگه فهمیدی که از کجا آمدی و به کجا داری میری، تمام قصه‌های هم از بین میره. شغل شما چی میشه؟ نظامی شغل مشخص کرده، میگه تو اول که ملک به نامت نبود، اول اینکه رو خوش قبالش نرده بودن به ما، حالا گفتن آقا شما فرنگ بلیط بدن، گفتن برو اینجا دو ساعت فیلم نه تماشا کن، حالا فیلم بزن بزن داره توش، از شبت که صحنه های شادی داره، غم داره، نه این فیلم رو شما تماشا کن، زمین داره آسمون داره. اول که این ملک به نامت نبود، این ده ویرانه کل این عالم رو ده ویرانه تلقی کرده نظامی، میگه که یه جای دیگه میگه که در حوث اون دو سه ویرانه ده کار فلک بود گره در گره، چون آسمون عاشق زمین بود و میگفتش که اینو واسه ما جورش بکنیم. اولین ازدواج بین آسمان و زمین رخ داد دیگه، در اساطیر در افسانه های یونان هم همینطوره که اول آسمان عاشق زمین شد و کابین تعیین کردند و نفس کلی رو کابین کردند و خلاصه پیوندی هست، ازدواجی هست بین عالم معنا با عالم صورت. شما وقتی شاد میشین، اگه قرار نبود که لبخند بزنید چقدر سخت بود؟ شادی نمیتونه بیاد عرض یه دو زمین، شادی تو آسمون میخواست بمونه. چقدر خوبه که یه رای گشادن، گفتن که شما داشت بیرون زمین میتونید شادی بکنه، میتونید که ظهور بده این شادی رو، میتونید در زمین بیاری ظاهر بکنی، موسیقی بزنی، نقاشی بکنی، تو قیافت آشکار بکنی. این چهره ما عرض که فقط این زمین که نیست، عرض یعنی عالم صورت، سما یعنی عالم معنا. ما از عالم بین عالم معنا و عالم صورت یه ازدواج گفتده و خیلی هم ازدواج فرخنده ای. این دل ما نظامه میگه که اکدش روحانی و جسمانی است. دل که برو خطبه سلطانی است، این دل ما چون خطبه پادشاهی خوندن داره، یعنی گفتن که تو پادشاهی، دل که برو خطبه سلطانی است، اکدش جسمانی و روحانی است. چون ملک العرش جهان آفرید، مملکت صورت جان آفرید، داد به ترتیب ادب ریزشی، صورت جان را به هم آمیزشی. دین دو هماغوش دل آمد پدید، آن خلفی تو به خلافت بسید. دل ما به ترتیبی از این عالم جسمانی روحانی بود. حالا تعبیر اساطیری در فرهنگ ما ازدواج سیاوش فرنگیس رسید، سیاوش و حالا اسمون دختر خاطرم رفت، حالا فرنگی فرض کنید، ازدواج این دوتا که مادر کیخسرو، که کیخسرو مظهر دل هست، کیخسرو وجود به تجلیم که جسم و جان پیدا شده. حالا نظر اینجا که این
اول این ده ویرانه به نامت نبود. فقط این تعبیرات زیباست که اینجا زیاد حساب روش نکنید، ده ویرانه از الان مادن لقنان کسی که بالی کنم سر همای حملی داشتی، اوج هوای ازلی داشتی، گرچه پر عشق تو قایت نداشت، راه ابد نیز نهایت نداشت، یه پرندهی بودی داشتی پرواز میکردی، بعد خسته شدی قصد زمین ساختی، سایه بر این آب و گل انداختی، باز که تنگ آیی از این تنگنای دامن خوشی کشی زیر کن. یه سال در اینجا نشسته یکی مرغ بر کوه بنشست و خواست بران کوچه افزو بزن کوچه خواست. یه لحظه اینجا گفتن آقا شما یه استراتی بکنید بعدا برمیگرد. بنابراین یک سفر ازلی و ابدی از خدا که نامتناهی اون طرف به خدا آغاز و انجام، یه الله اون طرفتونه یه الله این طرفتونه، یک الله هم باهاتونه و معکم اینما کنید. چقدر خوبه که در تمام طول این مسیر هم اون همیشه با ما هست، وگر اگه نبود که نمیتونستیم نمیتونستیم که برگردید که او. حالا ممکنه بگن آقا از او به سوی او چه حکمتی داره، برای اینکه سیر داریم میکنیم در اسماء او، سیر میکنیم در اوصاف او، سیر میکنیم هر لحظه چیز تازه میبینیم. این گل رو ما باید میدیدیم بالاخره اینجا در عالم جسمانی، هزار اطوار او رو باید میدیدیم ما. بنابراین اگر که ما شغلمون رو بشناسیم در این عالم چیکار هستیم، اصلا کلمه بازنشستگی برمیافتد. گفتش که پیش وجود از چراغ بازنشسته، نه تمام عالم بازنشسته است، ما بازنشسته نیستیم. شمع فلک با هزار انجم رخشان پیش وجود از چراغ بازنشسته است، یعنی خورشید و ماه و ستاره ما همه بازنشسته میشن، شما ادامه میدید. برای اینکه اون مقدس که پناهش نیست، تو پناه ناپذیری، همه موجودات دیگه بالاخره اول دارن یه انتهایی دارن تمام میشه. و تیمیدتی گوهر یک ساعت هم جز من و تو، هر که در این ساعت هم تیمیدتی گوهر یک ساعت هم، همه شون دارن یه ساعت عمر دارن میکنن. حالا یه ساعت رو کن 100 میلیون سال، یه میلیارد سال فرق میکنن. اگر 100 سال مانی و یکی روز به باید وقت از این طاق دلت بود، یک سال و 100 سال و هزار فرق میکنه. اعداد همه شون با هم برابر در برابر نامتناهی همه شون صفر هم. ریاضی دونا میدونن که اگر هزار وقت را بینوید کن شده، صد میلیون وقت را بینوید میشده، صد هزار میلیون وقت را بینوید میشده، صفر میشه. اما در مقابل اون عمر نامتناهی که ما داریم ناسم صفره، این میکنه 70 ساله که تخصیص میکنه که 80 ساله که 90 ساله ما همه اون بچه شیرخوره هستیم، پس یعنی 90 ساله که هم بچه شیرخوره هستیم. یه حکیم انگلیسی دونن یه کتاب نوشته به نام Nestlings of Eternity، یعنی شیرخارگان ابدی هست. ما بچه شیرخوره هستیم، هنوز لازه میخوان ما رو از شیر بگیرن، بعد از این رامی که مرگ رسید لازه از شیر میگیرن، میخوان شکر با هم برن، غذاهای دیگه با هم برن. بنابراین حتی مرگ هم به عنوان یک مرحله تلقی میشه، یعنی دران بازنشستگی ما نیست که اون مرگ هم باز میاد اونجا، یه تجربه است. تجربه است که تجربه تو میکنی اینه، لذا تجربه دیگه هم کردیم یک کنیم. بنابراین اگر کسی گفتش که شما چند سالتونه لبخندی بزنید، چه میپرسید تو اون کسی که از زمان و مکان بیرونه؟ تو زمان چه میپرسید؟